پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید. زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت قبیح و یعنی تمع. یعنی اون خواسته های اعضا رو ببخشید. چشمم دید و چی خواست؟ دلم خواست. مواظب هستم. مواظب هستم این چشمه زیاد این ور اونور بی خودی نره. که همه چیزو بخوام به همون که دارم بسنده بکنم، طمع نکنم. چشم دید و دلم خواست. پس مواظب چشم هستم، مواظب گوشم هستم. این گوشم داره چگونه عمل میکنه؟ نشستم یه چیزی دفعه میگه، طرف میگه میدونی چیو؟ وای فلانی. خب برای چی گوش میکنی؟ سه تا هرو در نظر بگی. آنچه که میشنوی میتونه تو رو منفی کنه نسبت به خودت، زندگیت، آینده، نسبت به دیگران. یک، اولین هه، آیا حقیقت داره یا نداره؟ اگه حقیقت نداره چرا اجازه میدی گفته بشه؟ اگه به تو آگاهی نمیده چرا اجازه میدی بشنوی؟ چون اگر حقیقت نداره برخلافش دروغه دیگه. خب دروغ رو من و شما تاثیر خواهد گذاشت، به ما آسیب میزنه. دومین این هستش که ببینم آیا منو هدایت میکنه، راهنمای من هستش توی این موقعیت، منو میتونه حمایت بکنه. این موضوعی که داره میگه نه یه چیز بی خودیه، خب برای چی میخوام بشنوم؟ چرا ریسک میکنم اون سخن در من قرار بگیره و این واجب غیبت نیز ایجاد بشه؟ چون بالاخره من باید یه چیزی بگم، نمیتونم تو مثل ماس باشم. اون داره میگه فلانی بده، من چی بگم؟ یا باید تایید کنم یا باید بشنوم؟ نمیخوام بشنوم. اگه حقیقت داره، اگه هدایت میکنه من، بعد سومین اینه، آیا حال منو بهتر میکنه یا نه؟ به من آرامش میده؟ منو خوشحال میکنه یا نه؟ نیست، نمیخوام بشنوم. نشنوید لطفا، مجال شنیدن ندید. اگه دلیلی میخواد بشه که به شما آسیب برسونه و اون تعریف درست غیبت نیز اول در زندگی ما میشه که به ما آسیب خواهد زد و بعد حالا بریم دنبال قصه باورها، اعتقادات و مذهبمون. بله. و طمع که بت پرستی است که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می آید، که شما نیز سابقا در اینها رفتار می کردید هنگامی که در آنها زیست می نمودید. لکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم، غیظ، بدخویی و بدگویی، فحش را از زبان خود. به یکدیگر دروغ مگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. آیا عیسی مسیح زمانی که داشت روی صلیب را گرفته بود به دوشش و شلاقش می‌زدن، تاج خار بر سرش گذاشتن، آب دهان روی صورتش پاشیدن، فحش بهش دادن، کجای قسمت کلام خدا یا یه کتابی هستش که نوشته باشه مسیح هم فحش داد، مسیح هم زدشون؟ یک جا مسیح اعتراض میکنه. سربازی که میزنه توی گوش مسیح، مسیح میگه چرا زدی؟ و این کار درستیه ما بکنیم. جمهوری اسلامی آسیب به ما میرسونه، ما میگیم چرا؟ ما هرگز نمیگیم مرگ بر خامنه ای، مرگ بر فلانی، ما مرگ استفاده نمیکنیم، ولی ما اعتراض میکنیم چرا؟